شب گذشته خبری منتشر شد که رژیم قصد اعدام 3 زندانی دستگیر شده در جریان قیام رو داره. به دنبال این خبر مردم و جوانان دلیر اصفهان هم مقابل زندان دستگیر تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور و اعدام کنید قیام سر دادند که در ادامه هم مأمورین سرکوبگر اقدام به شلیک علیه مردم کردند. اصفهان زندان دستگیر، مردم اصفهان دارن جمع میشن، خدا ملحق باشه. زندان دست که مردم جمع شدن اینجا اصفهان. بچه هم چند دومه؟ 24 اردیبهشت اصفهان. مردم جمع شدن. نه به یه گامی جمع نکرد، یه گامی جمع نکرد. بله، با درود به جوانان دلیر اصفهان. امروز صبح هم دوستان اعتراضات مشابهی علیه احکام اعدام در تهران و بندر عباس شاهدش بودیم. اعدام شده امروز زندان بندر عباس. بله، برای بررسی بیشتری موضوعات همراه میشیم با همکارم حسین فارسی. حسین، به شما سلام میکنم. این تجمعات مردم، حسین، چطور بود؟ آیا فراخوانی از قبل داده شده بود و کلن موضوع این اعدام ها رو چطور میبینی؟ با سلام به شما و با درود به جوانای دلیر اصفهان، عرض کنم به حضور شما که خب این به صلاح دیشب ظاهراً خب هیچ فراخوانی هم داده نشده بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد که گویا که رژیم دیشب قصد اعدام این 3 نفر رو داشته. خب همونطور که میدونید چند وقت قبل حکم اعدام برای این صادر شده بود و اعلام هم شده بود و دیشب یه همچین خبری منتشر میشه و خلاصه جوانهای دلیر اصفهان بلافاصله اقدام کردن، خانواده ها و خلاصه اقوام و اینا همشون را افتادن سمت زندان دستگرد و اونجا خلاصه تجمع و شعار و اینها که خودتونم نشون دادید که خلاصه درگیری هم شد و یگان ویژه هم بهشون حمله کرد و اینها. خب حالا برای اینکه خلاصه بگیم موضوع اصلا این اعدام ها چیه، خوبه که یک کمی به عقب‌تر برگردیم. از روز اول یا دوم اردیبهشت خامنه ای شروع به مثلا موج یک سری اعدام کرد و به صلاح به طوری که در عرض 21 دو روز نزدیک به حالا 70 یا 80 همچین چیزی، 81 امروز شده، بله تا الان به صلاح، بله در همین حدود اینا اعدام کردن که این موج اعدام تقریبا تو این سالهای گذشته بی سابقه بوده. خب الان معلوم میشه که این موج اعدام ها رو این خامنه ای به راه انداخته بود که به صلاح درگیر بکنه ذهنها رو و خلاصه ببینه که تست بکنه، ببینه که آیا واکنش از طرف جامعه میبینه یا نه. و چون از طرف جامعه واکنشی ندید، فکر کرد که خب دیگه جامعه حساسیتشو به این به صلاح قضیه از دست داده، دیگه اهمیتی نمیدن و
خلاصه خیز برداشت برای اعدام های سیاسی، چون که در کل این اعدام ابزار سرکوب این رژیمه، حتی یک روز بدون اعدام این رژیم نمیتونه سرپا بمونه. خب این به اصطلاح توطئه رذیلانه ای بود، این یک به اصطلاح ترفند خیلی جنایتکارانه ای بود که این همه رو اعدام کرده بود که فضاسازی بکنه و ببینه که آیا واکنشی هست یا نیست. اما تمام محاسباتش به هم ریخت. ببینید این به اصطلاح رژیم واقعا تأثیر پذیره، واقعا شکننده است و به اصطلاح در مقابل این حرکت ها نمیتونه مقاومت بکنه. ما قبلا سابقه این به اصطلاح چیز هم همه میدونن که در به اصطلاح اون سالی که 3 نفر جوان تو تهران میخواستن اعدام بکنن، وقتی اون موج تو فضا مجازی ایجاد شد رژیم عقب نشینی کرد و اون همونی که میخواستن اعدام بکنن وقتی پرونده باز شد نهایتا آزادشون کردن، پارسال آزادشون کردن. یا همین تو همین اصفهان که چند سال پیش، 2-3 سال پیش که مثلا جوانایی رو که تو سال 97 گرفته بودن و 5 نفر بودن، همین عباس محمدی و اینا، که اینها رو حکم اعدام دادن، می‌خواستن اعدام کنن. شبی که می‌خواستن اعدامشون بکنن ملت ریختن دم همین زندان دستگرد و مثلا رژیم وقتی فضا رو اینطوری دید ترسید، عقب نشینی کرد و این همینا هم که می‌خواست اعدام بکنن اینا هم آزاد شدن نهایتا. وقتی پرونده اعدام متوقف شد، پرونده باز شد، نهایتا اینا هم آزاد شدن. یعنی پس بنابراین نشون میده که اینا اصلا پرونده به اصطلاح چیز اعدام نیست، ولی رژیم میخواد با اعدام ارعاب ایجاد بکنه. اما از اونجایی که یعنی مختصر به اصطلاح خلاصه بخوام بگم، رژیم میخواد اعدام بکنه زندانی های سیاسی رو، همین زندانی های قیام رو میخواد اعدام بکنه، ولی حسابگری میکنه. خواست اول زمینه رو بسنجه، بعد فکر میکرد که واکنشی نخواهد بود، اما کرخونده بود و این واکنشی که دید فعلا عقب نشینی کرده. حالا همین باعث شد که راهی باز شد که امروز دیدیم تو بندر عباس بود، تو تهران بود، خانواده های زندانی های دیگه هم تجمع کردن و علیه این. و میخوام در یک کلام بگم که بله، این به اصطلاح جواب داره، اصلا راه همینه. این رژیم چیزی به جز قاطعیت و به اصطلاح فشار حالیش نیست و به اصطلاح همین حرکت رو باید بیشتر و شدیدتر کرد تا جلوی اعدام ها رو بشه گرفت. و این نشون به اصطلاح سابقه نشون میده که میشه این کار رو کرد و میشه جلوش رو گرفت. بسیار سپاسگزارم حسین از همراهیت با ما در رابطه با موضوع اعدام ها و توضیحاتی که برامون دادی. خیلی ممنون هستم. خواهش میکنم.